خب سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و رفقای گلم تو کانال و گروه رودست. من حمید هستم و خوشحالم که میتونم یه سری از صحبت ها رو راجع به مستند کفدار در دام مستقیم با خودتون اشتراک بگذارم. اول اینکه دوستان، من واقعا معذرت میخوام و شرمنده ام بابت یه سری الفاظ رکیکی که توی کلیپ هایی که پخش شده به کار بردم. من مجبور بودم برای اینکه شبیه این آدم بشم و بیشتر بهم اعتماد کنه، مجبور بودم از این الفاظ استفاده کنم و این نوع لحن رو به کار بگیرم و واقعا خودم میبینم کلیپ ها رو، خجالت میکشم. من عذرخواهی میکنم بابتش. اما در مورد مستند، ببینید دوستان، من یک سالی از حدودن که توی گروه طنز تلگرامی، خودشون میگن طنز دیگه، خودشون میگن طنز و مسخره بازی تلگرامی هستم که حدوداً یه 10-15 نفر عضو فعال داره و بقیه هم که غیر فعال، مثل اکثر گروه تلگرامی. افرادی که توش هستن اکثرشون، نمیگم همه، اکثرشون حدود 2 برابر من سن دارن و تمام کار، شغل، سرگرمی، تفریح، چه میدونم، همسرداری، زندگی نداشته، تمامش خلاصه شده شد تو چند کلمه: یه گوشی، روشن کردن دیتا و توی گروه مزخرف تلگرامی، فوش و تمسخر امید دانا و همسرش. تمام همین، کل زندگی اینا همینه. من یک ساله که بین اینا هستم و با خیلی هاشون از نزدیک یا تو پیوی آشنایی دارم. شاید قبلا امید خیلی اینا رو گفته که اینا سطحشون پایینه، اینا مثلا ببخشید سرشون تو فکرشون تو شورت ما، این داستانا. ولی من واقعا تو این یک سال خودم اینو درک کردم، تماما همینن اینا. یعنی آقا، همه آدمو میتونم مخالف باشم، مخالف هر نظر عقیده‌ای، ولی اینکه شما صبح تا شب فوش، تمسخر، حتی تمسخر بچه 1-2 ساله، تا این حد اینا بیشرف بودن و نامرد، و اکثر شورم این مدلی هستن. حالا تک و توک پیدا میشه بینشون آدمایی که یه ذره میشه گفت بهتر از اینا، ولی خب اکثریتشون همینه. و رئیسشون هم که قولی کله پز 52 ساله، یا 51 یا 52 سالشه این مردک، و به گفته علی آقا که صبح تا شب به ناف علی آویزون میبست، یا آدم بدبخت و فلک زده است تو سان فرانسیسکو آمریکا و یه زندگی مزخرف، تنها و مجرد. این آدم سر تا پا عقده است، سر تا پا عقده. و اگر فوش رو از این آدم بگیری، فوش و ادعای تو خالی، این دوتا رو از این آدم بگیری، هیچی براش نمیمونه، خدا شاهده هیچی. یعنی 10 دقیقه وایس بده، فوشا رو ازش حذف کنی، 1 دقیقه میمونه. همچین آدمی شده مدیر اصلی این گروه دیگه. شما برو تا آخرش این گروه چی هست. خلاصه که ما یه سالی اونجا بودیم و استفاده میکردیم ازشون برای تایم بیکاری و اوقات فراغتی. بعضی وقتا میومدیم سر به سرشون میذاشیم و اینا تفلک 50 ساله، 45 ساله، میومد 20 دقیقه یه رو وایس میذاش، شب، نصف شب، وقت بی وقت، اصلا گوش نمیدادیم و وایساشون، فقط میخندیدیم، یه 2 کلمه دیگه میگفتیم، اینا 2 ساعت دیگه باز درگیر بودن. خلاصه که اینجوری گذشت و بعد یه مدت یه احمق بلفطره به اسم علی کامرانفر پیدا شد و اینا سوارش شدن، هم خود کله پز و یه شخص دیگه از ترکیه، اینا سوارش شدن و باعث شدن که این به خانواده امید و دانا نزدیک بشه و خیلی اقدامات خطرناکی انجام بده و مشکل آفرین بشه. اون اوائلی که من با علی کامران فر منظورم ارتباط داشتم، خدای من شاهد خیلی تلاش کردم
که بفهمونم بهش که تو الان داری اقدامات خیلی خطرناکی انجام میدی، داری وارد بد بازی میشی، دارن ازت استفاده میکنن، چرا اجازه میدی اکانت فیک مجازی که تو نه اسمشو بلدی نه عکسشو دیدی این کار رو بات بکنه؟ احمق. اصلا حالا آقا به من اعتماد کردی، حداقل با من رو در رو فیس تو فیس حرف زدی، تو چرا بیای به یه آدمی که نه اس داره نه هیچی اعتماد میکنه به همچین کارهای خطرناکی میکنی؟ خدا شاهد خیلی تلاش کردم اینو بفهمونم بهش، ولی خب عقل که نباشه جان در عذاب است. هر چقدر تلاش کردیم نمیشه، و دیدیم هر چقدر هم زمان میگذره این داره پرروتر میشه و بیشتر میاد جلو، بیشتر میاد جلو، تا جایی که کار به جایی رسید که اومد خط تلفن و خط تلفن امید و همسرش هم ازشون گرفت و اون سوء استفاده های بسیار زیادی که دیدید چنان آدم بی شرفی بود که میاد به مادر امید دانا یه سری دروغ میگه، مثلا 1% فکر نمیکنه که طرف مادره. حالا آقا من با امید اصلا امید بد عالم، اون مادرش چه گناهی کرده که من بیام همچین دروغایی بهش بگم؟ 1% فکر نکنی که طرف مادرشه، یه آدم پیره که ممکنه هر لحظه با این دروغای تو سکته کنه دور از جون و بلایی سرش بیاد. و دیدیم کار به اینجا رسید، تصمیم گرفتیم که بریم روش سوار بشیم و شدیم و اعتراف تک تک کارهایی که کرده رو ازش گرفتیم. حالا میگم اینایی که تا حالا پخش کرده امید شاید 1/5 1/6 کارهایی باشه که این پس فطرت انجام داده و هنوز مونده. البته خیلی هاش که اصلا قرار نیست پخش بشه و میره مستقیم برای دادگاه. علاوه بر خود علی تصمیم گرفتیم به قلی کله پز هم یه ذره حال بدیم، یه سری ضد اطلاعات و اطلاعات دروغ که خودمون ساختیم رو از طریق دوست عزیزش علی آقا فرستادیم براش و قانعش کردیم که اینا واقعی هستش و باید میدیدید که این آدم چقدر وقیحانه، چقدر احمقانه، کسی که این همه داشت میشه که آره من فلان 1000 مقاله نوشتم بدون اینکه اسمم معلوم باشه، بدون اینکه تصویری داشته، کنترل که نمینداخت، برای خودش میگفت. بعد با اطلاعاتی که خود من بهش داده بودم، من اینا رو بهش میگفتم که بگه، اینا رو میآوند میگفت آره تیم پنهان ما اطلاعات کسب کرده است امید دانا و سر اون اطلاعات ما رو تهدید میکرد، امید رو تهدید میکرد و تهدید به افشاگری های سنگین میکرد و اکثرا یه لفظی که به کار میبره دیدی امید چی کارت کردم، دیدی من با چی کار کردم، اینجوری فلان میکنن. حالا جاش بود که بهش بگم قولی کله پز، دیدی کله پز، دیدی چه جوری ایستگاه شدی، دیدی چه جوری اسکلت کردیم، دیدی چه جوری شرف تو بردیم، شرف که اصلا خنده داره برای تو حیوان، برای تو خنده داره این حرفا. حالا این همه سال فوش دادید آدم حسابتو نکردن در این نیست که نمیتونن، دیدی که یه ذره نزدیک شدی نتیجه شد نابودی علی، آسکوس شدن خودت. چرا فکر میکنی وقتی کسی کاری نداره تو واقعا آدم زرنگی هستی؟ ببین کسی آدم حسابتو نمیکنه، بعد بختای پلشت 2000 من ببخشید دوستان، ببخشید آه خیلی چاکریم. ایشالله همیشه شاد و سرحال باشید و مثل این آدمای بوق نباشید.